یکی از مواردی که خیلی جدیدن دیدم که باب شده اینه که همه چی هوش مصنوعی همه چی باید بره به سمت اینکه بریم پایتون یاد بگیریم و این فضای چنین, چنین فضای مسمومی رو من احساس میکنم داره شکل میگیره که البته خب بله کسانی که شاید ده سال قبل این رو متوجه میشدند چه بسا خیلی موفق بودن ولی الان دیگه بیر شده الان ما تحولات آتی رو باید در رشته های مختلف ببینیم که ده سال آینده قرار هست چه اتفاقی رخ بده یکی از نتایجی که در پی یک چنین فضای مسمومی ایجاد میشه اینه که بعضی از رشته ها دیگه دورشون تموم شده دیگه نباید اصلا کهنه شدن قدیمی شدن راجع این میخوام صحبت کنم اینی که آیا درسته بگیم مثلا برخی از رشته های دانشگاهی دیگه مردند و دیگه کارکردی ندارن برای جامعه بشر به شکل خاص میخواهم در مورد رشته مهندسی مکانیک صحبت کنم خب چون تخصص من هست در مورد سایر رشته ها هم خودتون میتونید با توجه به شرایطی که هست مراجعه کنید رشته خودتون یک کسی ممکن که شاورزی باشه علوم انسانی باشه اقتصاد جغرافی خب اینا هم هر کدوم مشابه منطقی رو که من امروز مطرح خواهم کرد برای این رشته ها هم میشه مطرح کرد حالا جایگاه انقلاب صنعتی پنجم هم تو این وسط هست خب من شما رو ارجاع میدم به ویدیویی که در مورد انقلاب سنتی پنجم تهیه کردم و شاید در انقلاب سنتی چهارم و پنجم اهمیتی که هوش مصنوعی پیدا کرد چه بسا باعث شد که یک چنین فضایی ایجاد بشه و کمی دیگه داره تکراری و خود همین فضا داره کهنه میشه و البته یه بخش دیگه یه قضیه پیچیدگی بعضی از رشته ها هست برای مثال در رشته مهندسی مکانیک مثال میزنم که گهگاه انقدر بعضی موضوعات پیچیده شده برای مثال شبیه سازی رفتار جسیال به شکل متلاطم انقدر پیچیده شده که گهگاه داریم میگیم دیگه واقعا بشر نتونسته اینو حل کنه و ناامید شدیم از حل یک چنین مسائلی توسط بشر که البته محققین بسیار زیادی در جهان در چه در های علوم پایه چه در های مهندسی دارن کار میکنن مقالات متعددی داره چاپ میشه ولی شاید از نظر بعضی از عزیزان انقدر دشواری که اصلا دیگه کسی حال نداره اصلا بره سمت اینجور چیزا بعضی از شاخه ها البته اینجوری هست و از یک سمت دیگه اصلا کی گفته رشته هوش مصنوعی خاص حالا حتی فرض کنیم بل درست هست و هوش مصنوعی خیلی مهمه حالا کی گفته که این متعلق به ای رشته خاصه مثلا رشته چه مثلا یا علوم کامپیوتره خب من خودم الان به هم دوره های آموزش هوش مصنوعی دارم یه مستر کورس ده ساعته تقریبا دارم همین که اصلا هوش مصنوعی یعنی کایه کارکردش یعنی کنترل کنترل یکی از زیر شاخه های رشته مهندسی مکانیک است بخوام سه واحد درس کنترل از درش مهندسی برق هم وجود داره ولی اصلا ما هوش مصنوعی رو استفاده می کنیم که یک پدیده رو به گونه ای که دوست داریم و به شکل هوشمندانه توسط ماشین کنترل بکنیم یا الگوریتم هایی که در امثال این فضا وجود داره خب اینها الگوریتم هایی که در درس محاسبات عددی آموزش داده میشه و اصلا پیش نیازه یک چنین مباحثی محاسبات عددی است در ما همه افرادی که داشته مهندس مکانیک هستن هم زیر بنا و اون پیش نیاز لازم برای ادامه طی مسیر کردن در این مورد رو دارن و کدنویسی یکی از رشته هایی که بسیار کدنویسی درش دارای اهمیت هست مهندسی مکانیک هست و کاربرد ها هم که دیگه بماند خب ما می توانیم هوش مصنوعی رو به عنوان یک ابزار استفاده کنیم از لایبرری های موجود بهره بگیریم و برای یک کاربرد کنترل نیروی مقاوم در مقابل جریان استفاده کنیم پس یک من هوش مصنوعی رو مثال دارم میزنم هر آن چیزی که ادعا کند که الان علم جهان فقط این است همین موضوع است دیگه سایر علوم دیگه به دیگه تموم شده دورشون یا کهنه شدن خب حد دیگه مهمترین مثال هوش بود که من سعی کردم بگم اصلا یک موضوع بین رشته ای است رب... اما خب در مورد خود رشته ای مهندسی مکانیک اگه شما رشته اتون چیزی بجز مهندسی مکانیک هست رشته های و کشاورزی علوم انسانی و هر چی که هست خب مشابه آن چیزی که من اینجا خواهم گفت رو می برای رشته خودتون متصور بشید وقتی که من میگویم که یک رشته دیگه کارکرد نداره یعنی هیچ کاربردی نداره یعنی دیگه در دنیای اطراف ما مثلا دیگه من به علوم اجتماعی نیاز ندارم به اقتصاد و فلسفه دیگه نیازی ندارم تاریخ چیه دیگه تاریخ رو جمعش کنید دو دیگه دوره ای تاریخ کاربردی نداره من چند من از کاربردهای رشته مهندس مکانیک رو به شما به شکل خیلی خلاصه ارز می کنم. ببینیم آیا واقعاً آیا رشته مهندسی مکانیک تمام شده و یک چیز جدیدی آغاز شده و یا اتفاقا این چون ابزارهایی مثل هوش مصنوعی اینها به گونه ای ظاهر شده اند که کمک کنند رشته هایی مثل مهندسی مکانیک اتفاقا رشدی روزافزون داشته باشند یک بخش از اینها قطعا کاربردهای های نظامی هست خب شاید یک رشتهی ای نام عمران داریم که اون هم از زیر شاخه مهندسی مکانیک است ولی اسم انگلیسیش اگه دقت کنی سیویل انجینیرینگ هست سیویل در لغت به معنای متمدنانه مثلا یک چنین چیزی ولی به معنای هر آن چیزی بجز جنگ یعنی کاربردهای نظامی وقتی شما یک راهی میسازید جاده میسازید ساختمانی پادگانی فلان این کاربرد نظامی داره یه وقتی از شما همین رو برای کاربرد مسکونی برای رفاه بشر بسازید اینها علوم از نوع سیویل هستند خب یک بخشش که راه و ساختمان هست اونجا سایر بخش هم وجود دار خب هر وقت جنگ تو دو دنیا متاسفانه این پارادوکسی است که وجود داره یعنی یکی از دلایلی که باعث رشد علم شده حتی همون هوش مصنوعی و انقلاب های صنعتی و همش متاسفانه کاربردهای های نظامی بوده و تا زمانی که این سیاستمداران خودخواه دیکتاتور و م... چرز کنم وجود دارند متاسفانه جنگ هم وجود خواهد داشت و این علومی که خواهید دید هیچگاه از بین نخرن حالا بذاریم کنار فرض کنیم ما کاربوردهایی که به تمدن بشر و رفاه بشر مرتبط بشر رو باشکار میکنیم و با یکیش بحث راه ساختمان تأسیسات شما در یک ساختمان زندگی میکنید هر وقت شما توی بیابون زندگی کردید مهندسی مکانیک به پایان رسیده الان تحولات چشمگیری در زمینه تأسیسات ساختمانی داره ایجاد میشه ساختمان انرژی صفر یا ساختمان با مصرف انرژی نزدیک صفر که در ایران در حال, در حال اجباری شدن هست خب من هر وقت تو خونه هستم باید نیازمند تهویه مطبوع هستم آسایش حرارتی هستم شما میدونید که مثلا اصلا یک بیماری به نام بیماری ساختمان داریم به علت طراحی نادرست ساختمان افرادی که داخل فضا هستن دچار یک سندرومی میشن علائم خستگی بیماری و اینها درش ظاهرشون ظاهر میشه استحکام سازه زلزله چه ساختمان های مسکونی چه غیر مسکونی نظامی و هر چی هست خب کاربرد های کشاورزی یه مقدار هم های با صلح رو دارم میگم سازی بحث منابع آب صرف جویی در منابع آب آبیاری زمین های کشاورزی اینها چه علوم کشاورزی باش چه علوم مهندسی باش بهینه سازی قابلیت اعتماد به... ما الان در دنیایی هستیم که بهینه سازی داره اهمیت چون منابع محدوده پیشبرد ریاضی اصلا ریاضی به عنوان ابزار پیشرفت ریاضیات وابسته است به علوم مهندسی چون کاربردها هستند که گرنت به همراه دارند پول به همراه دارند و وقتی پول و گرنت صرف یک چیزی بشه باعث گسترش میشه متاسفانه ایرادی که ما در کشور داریم به خاطر اینکه صنعت ما کهنه است و صنایع ما دولتی انحصاریان، تحریم هستن اصلا نیازی به پیشرفت ندارن رقابت پذیری ندارن و همه اینا باعث شده نیازی نبینن که هزینه کنن که بهینه کنن خودشون رو رقابت پذیر کنن و نتیجه این رکود و فاجعه ای است که در صنعت ما واقعا داره وجود داره و هی دائما داره خودش به دانشگاه تحمیل میکنه دانشگاه هم جمع کنیم به درد نمیخوره آخه اون صنعتی که داری این میزنه خودش به چه دردی من یکی از صنایع بزرگ کشور رو میدونم که تکنولوژی 1985 رو نداره ما یه دانشوی مشترک میخواستیم نداشتشون 950 سال پیش رو نداشت اصلا کلا مفهوم طراحی ماشینالات مختلف خود اصلا سیستم خودروسازی میبینید چه پیشرفت های ای در سیستم خودروسازی چه به لحاظ ایمنی متاسفانه هر کدوم از اینا که میگم یک افسوس و حسرت هم بعدش در مورد ایران وجود داره انرژی های تجدیدپذیر الان یکی از بحران هایی که بشر باهاش درگیره بحران آبه یه بحران بحران انرژی دیگری تغییر اقلیم زلزله و سیل و نمیدونم سونامی و اینایی که داره میاد اینا همشون در نهایت به انرژی برمیگردن و حتی آب چون بر ما میتونه آب شیرین کنه خورشیدی بسازیم آب شیرین کن های اگر انرژی های تجدید پذیر داشته باش اگر این انرژی رو بتونیم حل بکنیم و البته بحث محیط زیست رو هم بهش توجه بکنیم میتوانیم آب دریاها رو شیرین بکنیم و بحران آب رو هم از بین ببریم و واقعا میخوام ببینم چطور میشه به کمک در آینده دوری که آب وجود نداره متاسفانه چطور میشه با برنامه نویسی و کد نویسی و با الگوریتم فلان مشکل آب رو حل کرد و نیروگاه ها اقتصاد انرژی که تا حدی به مهندسی شیمی هم داره نزدیک میشه به عنوان یکی از زیر های مهندسی مکانیک بحث معادن مهندسی معدن نساجی اینا همه زیر شاخه رشته مهندسی مکانیک هستن با کاربردهای های تخصصی تو اون زمینه خاص خودش بحث خنککاری تجهیزات الکترونیکی و حتی اگه بحث الکترونیک رو هم بخوایم در نظر بگیریم یک لپتاپ خاص باید خنککاری درش انجام بشه و اگه نشو خب هات درش ایجاد میشه و عملکردش راندمانش افت میکنه حتی خیلی ساده بگیم نقشه کشی صنعتی من اتفاقا میدونم دوستانی که فریلنسرین کار میکنن یعنی پروژه های دلاری بین میگیرن در همین رشته مهندسی مکانیک یکی از قابلیت های مهمی که این دوستان باید داشته باشن بحث نقشه کشی است توصیه میکنم سالید ورکس حتما بلد باشی سالید ورکس کتی هم خوبه البته مکانیکال دستا ولی به نظر من سالید ورکس اینا جذاب تر است خود همین میتونه یک منبع درآمد دلاری باشه برای شما کلا تحلیل تحلیل استحکام یک سازه تحلیل تنش خزش خستگی شکست تخمین عمر روش های ساخت تولید جایدن روش های ساخت افزایشی مطرح شده برای مثال پرینتر های سبودی یکی از زمین های خیلی جذاب برای بحث مهندس مکانیک هست روباتیک که دیگه به راجع به صحبت نکنیم طراحی اجزای مختلف علمان های مختلف مکانیزم های مختلف برای مثال پیچ جوش چرختنده، اینا المان های خیلی ساده ای هستن که تو همه شفت یک شفت دوار اینا بالاخره همه جا هستن دیگه اینا هم باید طراحی خیلی ساده ام بود درسش هست میتونید پاس کنید و به تدریج ان یاد بگیرید ار ساخ کامپیوتر اید دیزاین طراحی به کمک کامپیوتر که از دندون بگیرید هست دندون هایی که ساخته میشه تا کاربورد های سنتی درس کت کم، چقدر میتونه این منبع درآمد باشه این چیزی که دارم عرض میکنم سی کار با دستگاه سینسی روش های مدل سازی عددی عرض ما در دنیایی هستیم که بهینه سازی مهمه ما دوست داریم قبل از اینکه یک چیزی رو به مرحله انبوه برسونیم اول شبیه سازی عددی بکنیم ای رو بگیریم و بعد وارد تولید انبوه و نمونه اولیه و بعد تولید انبوه ازش بسازیم مهندسی صنایع که دیگر از زیر شاخه مهندسی مواد تشخیص موادی که میتونن قوقا بکنن یعنی شما یک جسمی جامدی میبینید ولی نمیدونید در داخل این چه اتفاقاتی افتاده مثل یک گاف صندوقی که یک رمزی داره باید باز بشه و اون رمز از بین میلیون ها حالت ممکن فقط یه عدد وا میکنه و با همون رمزی که جلوی روی شما درامت های کلان در دارن ایجاد واقعا تو ثروت کلان دارن ایجاد میکنن تو رو ماشین ها که دیگه این نقل و نبات همه جا ریخته دیگه همین تو خونه من میتونم 10 تا تو ماشین برای شما مثال بزنم مکانیک پرواز یکی از گرایش های بسیار مهم هست که هوافضا نزدیک هست سیستم های پیشرانش اینها هم خب هم میتونه تو اشتغال کمک کنم تو رفاه بشر هم تو کاربرد های نظامی البته و بدل های حرارتی ترانسفورماتور تو خب زنجان ما شرکت ترانسفورماتور سازی داریم با اینکه به نظر میاد ترانسفورماتور یک تجهیز برقی باشه به مهندسی برق نزدیک باشه ولی اتفاقا اکثر مهندسی مثلا 60 درصد مثال همینجور دارم میگم 60 درصد ان... آن... آن... آه... کاری که باید در طراحی یک ترانسفورماتور ترانسو... انجام بشه اتفاقا مکانیکی و افرادی هم که استخدام میشن اتفاقا به همین شکل اتفاقا بحث بورسی های تحصیلی رو هم با شرکت ایران داشتیم مهندسی مواد رو که عرض کردم کاربورد های بایو که چه به لحاظ اندام مصنوعی چه درمان درمان بیماری های مختلف چه پیشگیری از بیماری های مختلف مخصوصا در دومی خب اینا همه در کاربردهای های مثلا رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک داریم اصلا ما خیلی اسم مکانیک رو در گرایش های مختلف داریم مثلا درس مکانیک سنگ مکانیک خاک یا مکانیک سیالات اصلا خود رشته مهندس اوتومکانیک و خود اصلا لغت مکانیک همه جا رخنه کرده تو رشته های مختلف مه... مه... کشاورزی بگیرید تا رشته های علوم پایه و مهندسی محیطزیست هم که دیگه آب هوا غذایی که شما استفاده می کنید کشاورزی ماشینالات کشاورزی اینا همه زیر مجموعه آلودگی هایی که وجود داره اینا همه در این مجموعه هستن در انتها بخوام جمع بکنم اصولا این نکته ای که ما به عنوان یک مهندس مکانیک باید چه در دانشگاه به عنوان کسی که تدریس می کند، چه به عنوان کسی که در حال یادگیری هست قابلیت های جدیدی رو در قیاس با منی که 20 سال قبل سال 1380 وارد دانشگاه شدن 22 سال قبل قابلیت های جدیدی قطعا شما باید داشته باشید در قیاس با اون موقع ولی که من در ویدیو اینا خیلی راجع به این اتفاقا صحبت کردم چارت درسی رشته مهندسی مکانیک باید به روز باشه من اصلا چارت درسی رو با دانشگاه خارج مقایسه کردم برای اینکه ببینیم چه تحولاتی در اونجا داره انجام میشه چارت درسی باید به روز باشه اما این بدین معنا نیست که اصل داستان دیگه دورش تموم شده فلان همه رشته ها باید به کسی که الان موسیقی میخونه باید متفاوت باشه با کسی که 20 سال قبل موسیقی میخوند الان این برقی که اینجا روشنه به واسطه نیروگاهی است که مهندسین مکانیک دارن نو میگردونه و پس این قابلیت های جدید دلیل برای نیستش که ما سیستم رو بذاریم که زبان انگلیسی چقدر داره اهمیت قبلا هم مهم بود الان بیشتر مهم شده بحث لیسنینگ فضای مجازی یوتیوب اینا خب خیلی داستان تحول ایجاد کرده تو دو دورنمای ده ساله رشته هاتون دورنمای 20 ساله بسته به موضوع هستش اینا من در مورد مهندسی مکانیک ویدیو دارم که مثلا ده سال بعد پیشبینی بینی می شود که چه تحولاتی در زمینه ما چه مواردی مهمند مهمتر خواهند شد چه مواردی مواردی مهم نیستند مهم خواهند شد و چه مواردی شاید کمتر دیگه مهم باشه اینا رو همه رو تو اون دورنما به شکل علمی و با ابزار علمی ارائه شده برید استفاده کنید از این مواردی که معمولا به شکل رایگان هم در اختیار همه قرار میگیره نکته بعدی بین شدن علوم هست اینکه علوم به سمت بین شدن رفتن خب الان کسی که رشته پزشکی میخونه لا شاید لازم باشه از هوش مصنوعی استفاده کنه و هوش مصنوعی کاملا ریاضی است و دوستانی که پزشکی میخونن اصلا ریاضی یک پاس نمیکنن یعنی ابتداییات شاید مشتق انتگرال هم بلد نباشن اینا چطور میتوانند که هوش مصنوعی رو باهاش اصلا کار بکنن اصلا در موردش صحبت کنن اصلا در نتیجه به نظر میرسه رشته های علوم ری... پز... پزشکی هم باید کم کم دروس ریاضی رو اخص بکنن ریاضی یک ریاضی دو شش واحد پاس کنن حالا با نگاه خاص برای مثال به آمار احتمال مواردی که بیشتر به رشته خودشون مرتبط هست ولی باید ریاضی یک و دو پاس بشه جدای از این که اصلا مهندس بودن خودش یک نوع طرز تفکره یک جور منشه یک جور شمه مستقل از اینکه شما چه رشته مهندسی بخونید همین درک مهندسی تو زندگی خیلی شما رو کمک میکنه و در انتها در یک جمله بخوام جمع بندی کنم نه تنها رشتههایی مثل مهندس مکانیک و بقیه و هر که هر کی هر چی فکر میکنه به انتها نرسیده بلکه با ظهور تکنولوژی های جدید انقلاب صنعتی پنجم اینها رشد خارق العاده ای درشون ایجاد شده وظیفه ماست که با هوشیاری چارت درسی رو به گونه ای به روز رسانی کنیم که اینها هم درش دیده بشه و به عنوان کسی که داره یاد میگیره هوشمندانه با توجه به جهان بریم دنبال قابلیت هایی که در دنیای امروز دارای اهمیت است